آقای خانم، من دلیل حالتون چطوره؟ خوش آمدید به قسمت جدید مورخ فارسی. یه خبری چند روز سر و صدا کرده و اونم کشف یه کاخ و لوح تو خاک روسیه است که طبق نتیجه های بررسی اولیه فهمیدن که مربوط به هخامنشیان و زمان داریوش یکم، یعنی داریوش بزرگه. کلا فکر کنم 4-5 روز کشف شده، حداقل خبرش برای این مدته. حالا زمان کشف واقعیشو نمیدونم. اطلاعات خیلی خیلی کمی اومده بیرون در همین حد که کجا کشف شده و رو لوح نوشته که این متن و آثار این منطقه به دستور داریوش یکم انجام شده. هخامنشیان رو اگه نشه اولین امپراتوری تاریخ بدونیم، مثلا به دلیل وجود آکدیا، ولی با قاطعیت اونا رو میشه اولین ابرقدرت تاریخ بدونیم. این یکی از صدها دلیلیه که تبار هخامنش تو تاریخ دنیا همیشه مورد توجه بوده و هست، که خیلی هم در موردش تحقیق میشه و هر روز امکان داره یه خبر جدید ازشون بشنویم. نه تعریب تمجید علکیه، نه بزرگنماییه، فکت. این خبر و اطلاعات جدید اضافه شدن از گذشته، به قول یه سری گوسفند، معنی اینو میده که دارن یواشکی برامون تاریخ سازی میکنن. بعد ازشون میپرسید دلیل چیه؟ میگه اگه راست میگن پس چرا این مطلب تو کتاب نکبت ابن یالقوز نیومده؟ اگه راست میگه ها، من نمیدونم واقعا چرا یه سری فکر میکنم مطلب هرچی قدیمی تر باشه قابل استنادتره. مثلا همین آقای فلانی قرن هفتم برای مثال اطلاعات و تسلطی روی علم خط شناسی و رمزگشایی خطای میخی و باستان داشته؟ معلومه که نه. مطلبی که خود بابلیا با دست خودشون نوشتن و تازه بشر تونسته اونا رو بخونه، این میتونه دقیق تر باشه یا مطلبی که یکی 1000 سال پیش حرفای حافظ جمعی مردم زمان خودش رو جمع کرده و نوشته؟ کدوم میتونه دقیق تر باشه؟ چون بخش بزرگی از اطلاعاتی که الان داریم همین تازگی ها از قرن 20 به بعد میشه بگی به دست اومده و همینجوری هم داره بهش اضافه میشه، این دلیلش پیشرفت علمه که جلوش هم نمیشه وایساد، نه تاریخ سازی. طی یک یا چند تا دوره فکت‌های جدیدی ارائه میشه و اگه مجموعه این دلیل قانع کننده باشه میشینم به بازنویسی تاریخ فکر میکنم. الان این کشف کاخ و لوح میتونه یکی از اون مجموعه دلیلایی باشه که چند وقت دیگه مورخا رو مجبور به بازنویسی بکنه. موضوع اصلی که الان میگم معادله‌ها رو به هم زده اینه که آقا اگه به اینجا هم مسلط بودن پس مرزهای هخامنشیان تا کجا بوده؟ بیایم رو نقشه ببینیم اینجایی که میگن کجاست. میشه غرب کراسنودار روسیه، منطقه فاناگوریا، که جلوش یه باریکه خیلی کوچیک داره که دریای سیاه رو از دریای آزوف جدا میکنه. دریای آزوف مرزش فقط بین روسیه و اوکراینه که تو این دوره جنگ هم اسمش خیلی اومد. ساحل روبروی اینجا هم میشه منطقه کریمه که روسیه 2014 دست اوکراین درش آورد. حالا اگه طبق همین اطلاعات کمی که داریم محل این کشف و منطقه فاناگوریا بدونیم و طبق اون چیزی که تو خبر نشون دادن میبینیم که ساحلی هم هست، یه جایی میشه اینجاها. احتمال داره کاخ پادگان باشه که ساخته شده باشه واسه امنیت تنگه، چون هیچ قطعی نیست تو این قسمت، فقط داریم در مورد احتمالات حرف میزنیم. بعد این ناحیه خودش یه گلوگاه توی تنگه باریک، اصلا راه معاصره دریای قلعه رو غیر ممکن میکنه و شاید تو ساحل روبرویش تو منطقه کریم هم بگردن یه مورد مشابه پیدا بشه. مثلا یه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، هرچی یه چی هم اون سمت کشف بشه میشه دلیل بعدی که باید به بازنویسی تاریخ نزدیکتر بشه. بعد فراموش نکنیم زمان داریوش بزرگ ایرانی‌ها رفتن تو اروپا و بخشی از مقدونیه رو گرفتن. داریوش یکم اولین شاه تاریخ بود که همزمان تو 3 قاره آسیا و اروپا و آفریقا مرز داشت. پس بیایم یه نگاهی به فضای بین این کشف جدید و مرزهای داریوش تو اروپا بندازیم. الان دیگه هیچ بعید نیست که تو این مناطق هم مرزهای هخامنشیان ادامه داشته باشه. دفعه قبلی که اسم هخامنشیان در کنار روسیه اومد و خیلی هم تو چشم قضیهش، برمیگرده به فرش پازیریک که قدیمی ترین فرش دنیاست و به وضوح نقشای هخامنشی و آریایی و سکه ها رو روی فرش میبینیم. این فرش تو دره یکی از فلاتای مجموعه کوههای آلتای روسیه پیدا شده. میشه مرز قزاقستان و مغولستان و چین و روسیه. چون فرش قابلیت جابجایی داره به تنهایی، نمیتونیم حضورش رو یه دلیل بدونیم که تا اونجا آریایی نشین بوده. ولی خود کسی که کشف کرده، سرگئی رودنکو، میگه نسبت به قبرها، چون به اون محل کشف این وسایل گورستان پازیریک هم میگن، نسبت به گورها و وسایل کشف شده منطقه پازیریک رو کاشف میگه اقوام ایرانی زندگی میکردن. نسبت به این منطقه پازیریک که فکت چند سال پیشه،
نسبت به این کشف جدید فاناگوریا که جزو اطلاعات جدید حساب میشه، نسبت به اینکه میدونیم زمان داریوش بزرگ هخامنشیان تو اروپا مرز داشتن، نسبت به اینکه میدونیم زمان داریوش سکاها هم پیمان هخامنشیان بودن و بخش اصلی سوار نظام ایران سوارای داهه و ماساگتا بودن و نسبت به پخش بودن و معلوم نبودن جای دقیق ماساگتا و سکاها تو آسیای میانه و شمال دریای کاسپیان، اونم به دلیل سبک زندگیشون، از برایند اینا این احتمال هست که در آینده به این برسیم که بخش خیلی بزرگی از منطقه آریایی نشین بوده که یه بخش محدودترش می شده مرزای هخامنشیان، ولی یه چیز فراتر از چیزی که هست. بدبخ اون مدافعای اسی که اگه این ثابت بشه چجوری میخوان ثابت کنن کی و چجوری اسی اینجا رو گرفته یا شکست داده، یا آریایی ها کجای هخامنشیان، کجای تاریخ هخامنشیان این مناطق رو از دست دادن که تو زمان حمله اسی پشتوانه دولت مرکزی نبودن. اصلا جلوی همچین اقوام قدرتمند و متحدی یه غریبه چجوری تونسته ارز اندام کنه؟ تنها دلیل قوی و احتمال بالایی که میشه واسه سقوط در نظر بگیریم اختلاف داخلیه که داریم تو مجموعه اسکندر دروغ تاریخ و مجموعه هخامنشیان بررسیش میکنیم. پس اگه عضو خانوادمون نشدی خودت داری ضرر میکنی. حالا در ادامه ببینیم با اطلاعات جدید چی پیش میاد. امیدوارم استفاده کرده باشید. حال کردید بفرستید واسه بروچ. نظر و لایکتون نره. کسی عشق کرد دونیت بکنه قسمت ثانکس رو دریابه. مرسی که همراه بودید. خیلی مخلصیم. ارادت. اومدی و با چشمات دلم رو کردی غارت، دیگه برات